حتما همه شما میدونین هر چقدر که رابطه صمیمیتر و نزدیکتر میشه استکاک و احتمال تنش تو رابطه بیشتره، توقعات طرفین از هم بیشتر میشه. بنابراین ما تو رابطه هایی که نسبت به هم دور هستیم، غریبه تر هستیم، زیاد آزرده نمیشیم، احتمالا زیاد عصبانی نمیشیم چون توقعی از هم نداریم. ولی وقتی متعلق به هم میشیم انگار باید و نباید هامون هم بالا میره و این باید و نباید ها یا کنترلگری رابطه رو آسیب میزنه، به شدت آسیب میزنه. حالا فکر کنید بعضی از آدما برای غریبه ها هم باید نباید دارن، یعنی از هر کس توقعاتی دارن که اگه اون آدمه اون توقعات رو انجام نده، رفتار نکنه، این آدم کنترل میشه، عصبی میشه، حالش بد میشه. خب یه سری اشتباهات وجود داره تو روابط صمیمی، تو روابط نزدیک، تو روابط زوجه که من میخوام بهتون بگم و چیزایی نیست که شما نمیدونید. اصلا مسئله اینه اکثر آدم ها این مسائل رو، این موضوعات رو میدونن، بلدن، ولی قادر نیستن که بر مبنای اینا تو ارتباطاتشون وقتی مشکل پیش میاد رفتار کنن، رفتار درست رو انجام بدن. خب اشتباهات رایج رابطه چی هست؟ یکی از مهمترین اشتباهاتی که در اولین مشکلات و اختلافات پیش میاد اینه که افراد به هم توهین میکنن، سرزنش میکنن، ناسزا میگن. ممکنه حتی بنا به دلایل و شرایطی به زبون نیارن، به زبونشون چیزی نیارن، ولی تو ذهنشون ناسزا میگن، تو ذهنشون توهین میکنن و این غلطه، اشتباهه. حالا چرا اشتباهه؟ چرا توهین کردن به کسی که باهاش مشکل پیدا کردیم، اختلاف پیدا کردیم، یک اشتباه بسیار بزرگه؟ چون منی که دارم فرد مقابلم رو در ذهنم سرزنش میکنم، توهین میکنم، خودم رو از او دارم عصبانی میکنم. یعنی سرزنش من نسبت به اون آدم، توهینی که میکنم در ذهنم، به زبون هنوز نیاوردم. این اشتباه رو دقت کنید، ما وقتی در ذهنمون داریم میگیم لعنتی تو چرا نمیفهمی منظور من چیه، چرا انقدر بیتوجهی، چرا انقدر، یعنی در ذهنم دارم اینا رو میگم، هی حال خودم از اون آدم و این رابطه بدتر و بدتر میشه. خب وقتی حالم بد میشه بنا به سرزنشی که در درونم شکل گرفته، حالم بد میشه، تو زبان بدنم، تو لحن صدام، تو نگاه کردنم، حالتهای چهرم، تو همه اینا خودشو نشون میده. حتی اگه کلمه‌ای به زبون نیارم، حالتام نشون میده که من الان از دست تو عصبانیم چون تو خوب نیستی. این پیام تو خوب نیستی رو با سکوتم، با نگاهم دارم میدم. حالا ممکنه حرفم بزنم بگم خوب، این خوبه چنان لحن سرزنشگرانهی داره که انگار هزار تا توهین کردم. بنابراین اینو بدونید که هر دو تا آدمی که کنار هم زندگی میکنن قطعا در روند زندگی مشترک دچار اختلاف میشن، دچار سوء تفاهم میشن، فهم اشتباه، برداشت اشتباه از هم، دچار آزردگی میشن از هم. این تا اینجا مشکل نیست، مشکل از اونجایی شروع میشه که من در ذهنم درباره آدم مقابل شروع کنم به منفی بافی، ناسزاگویی و سرزنش و توهین تو ذهنم. حالم بد میشه، دچار احساس خشم و
آزردگی و اینا میشم و برداشت اشتباه هم اینه که اون حال منو انقدر بد کرد، در صورتی که اون حال منو بد نکرده. این خودگویی سرزنشگرانه حال منو بد کرده. و چقدر آدما تو اختلافاتشون ناهوشیارن به اینکه در ذهنشون دارن چه خودگویی انجام میدن، دارن چی کار میکنن. این اشتباه میتونه تو هر رابطه ای رخ بده، تو رابطه با همسر، تو رابطه با فرزند، تو رابطه با دوست، مادر، پدر، هر کسی. بس همه مهمتر زوجینن، زن و شوهر، که وقتی که ریز 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 از این جور اشتباهات نسبت به هم انجام میدن، زمانی که دچار اختلاف میشن حواسشون نیست، هوشیار نیستن، به همدیگه ناسزا میگن در ذهنشون، دارن رابطهشون رو تخریب میکنن، دارن رابطهشون رو تخریب. پس چیزی که ما نیاز داریم چیه؟ توجه، هوشیاری. به کی؟ به خودمون. کی؟ وقتی اختلاف داریم. توجهتون رو بدین. اگه الان دارین وقت میذارین، از این دقایق استفاده کنین، دو تا نکته یاد بگیرین که تو روابطتون قوی تر ظاهر شین. حیفه ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم ولی بی توجه. حیفه بی توجه باشید. خب پس اولین اشتباه ما اینه که نمیپذیریم چرا اختلاف پیش اومد. اصلا اختلاف پیش میاد بین هر دو نفری، هر چقدر نزدیکتر احتمال اختلاف بیشتر. و وقتی که اختلاف پیش اومد مراقبه کنیم بر ذهنمون، بر خودگویی هامون، که ناسزا نگیم، توهین نکنیم خودمون رو از دست طرف مقابل، عصبانی نکنیم که واکنش منفی و ناخوشایندی بدیم که این هی یه سیکل بشه، هی من اونو ناراحت کنم، اون منو ناراحت کنه، من اونو ناراحت کنم اون، و بعد بگم به خدا من هیچی نگفتم ولی اون تمومش نمی کرد. بله من با کلماتم هیچی نگفتم، اما با زبان بدن و حالت چهرم شروع کردم پیام دادن. آدما مدام دارن پیام میدن، پیام های مختلف. مثلا یه نفر ممکنه بیاد در جایی که نامناسبه به شما یه پیام حتی مثبت بده، بگه تو رو خیلی دوست دارم، اما جاش جای درستی نیست. و بعد میبینید که چرا این داره این کارو میکنه؟ حالا این یه اشتباه بود که من به شما گفتم. یه اشتباه یعنی چی؟ یعنی موقعی که از دست فرد مقابل ناراحت میشیم، با هم دچار اختلاف میشیم، ناسزا بگیم، توهین کنیم، سرزنش کنیم، مخصوصا در ذهنمون، و حواسمون نباشه که من دارم با این کار خودم و رابطم رو آسیب میزنم. دومین نکته چیه؟ پس کاری که میکنید اینه که هوشیاریتون رو به خودتون زمانهایی که اختلاف با کسی دارین بیشتر کنین، که هر چیزی درباره اون نگین، هر کلمه به زبان. کلمات احساسات رو ایجاد میکنن، انرژی رفتاری رو ایجاد میکنن، اثرگذارن. دومین خطایی که آدم ها میکنن تو روابط صمیمیشون اینه که از آدمی که آزردن تو رابطه میرن و مدام گله و شکایت میکنن. این گله و شکایت به دو شکل ظاهر میشه. وقتی که میبینن نمیتونن روش اثر بذارن، نمیتونن تحت تاثیر قرار بدن، گله و شکایت رو یا به خودش میگن، میگن تو چرا اینجوری هستی؟ تو نباید اینجوری باشی؟ آخه این چه وضعیه؟ من نمیدونم. این گله و شکایت برای اینکه عوض شو بدون توهین، یا در حضور دیگران و جمع این آدم رو میان و گله و شکایت رو به شکل جمعی مطرح میکنن که من دیگه خسته شدم از اینکه این آدم اینجوریه اینجوریه اینجوریه،
و ایرادها و مشکلاتی رو که خودشون قادر نیستن حل و فصل کنن، انگار که میخوان این جمعی که باشون ارتباط دارن یک کاری کنه برای حل و فصل. ولی احتمالاً این کار اثر مثبتی نداره، چون اون آدم تو جمع احساس میکنه که ضایع شدم، خراب شدم، زیر سوال رفتم. حالا یا تلافی میکنه یا لجبازی میکنه، بدتر میکنه و یا بی تفاوتی بیشتری نشون میده. میگه حالا که اینجوریه من بی توجه تر از قبل میشم. میخوام بهتون بگم گله و شکایت و بدگویی کردن، مخصوصا در مقابل جمع، به خاطر اینکه فرد مقابلی رو که باهاش اختلاف داریم تحت تأثیر قرار بدیم، روش مناسبی برای حل مشکلاتمون نیست، ولی قطعاً به شکاف عاطفی منجر میشه. من نمیگم گله‌ای که لازمه رو نگیم. چرا؟ لازمه گفته بشه با فردی که فکر میکنیم تخصص داره، میتونه با یه گفتگو تحلیل کنه مشکل رو، کمکمون کنه فکر کنیم، با همدیگه بهتر گفتگو کنیم، به فکر بریم، درک کنیم طرف مقابل رو. گفتگو کردنه اشکال نداره، گله کردنه به دلیل اینکه من میخوام حل مشکل انجام بدم و نه اینکه این آدم رو تخریب کنم، به دلیل اینکه میخوام یک موضوعی رو شفاف سازی کنم، اونم شرایط داره که باید یاد بگیریم. وگرنه به تدریج و کم کم این رابطه خراب میشه، یعنی دو نفر از هم دور و دورتر میشن. حالا این دو نفر میتونن مادر و فرزند باشن، پدر با فرزند. پدر میاد پیش پدر مادر خودش، پدر میاد پیش عمو و عمه که خواهر و برادر خودش هستن، گله فرزندش رو میکنه، میگه من نمیدونم با این پسر چی کار کنم، این چرا درست نمیشه، این چرا وقتش رو انقدر هدر میده. این پدر داره بدگویی فرزندش رو به خواهر و برادرش میکنه. درسته که اونا دل سوزن، درسته که اونا قضاوت منفی نمی کنن، اما این رفتار اثر منفی رو پسرش و رو رابطه بین خودش و پسرش میذاره. میخوام بگم هر رابطه صمیمی، یعنی ما یه جاهای گله‌ای داریم که وقتی دربارش حرف میزنیم انگار بهش بیتوجهی میشه، ولی روش مناسبش این نیست که بشینیم پیش این و اون درباره این آدم بدگویی کنیم. من خانمی رو داشتم که از مراجعینی که دوره های من شرکت میکنن میگفتن وقتی با همسرم دچار اختلاف شدیم، دچار تنش شدیم، همسر من خصوصی ترین مسائلی که بینمون بود و هیچ کس نباید میدونست رو رفت به دوستانش هم تعریف کرد، راجب مثلا اشکالی که من توی بدنم، ناحیه از بدنم داشتم، حالا پوست قسمتی از بدنم جمع شدگی داشت و کسی اینو نمیدید، نمیدونست، رفت به دوستش یعنی یه آقای دیگه مطرح کرد. و حالا نکته جالب اینه، اون آقا تماس گرفته بود که میانجیگری کنه و شروع کرده بود به مطرح کردن اون مشکل که این خانم خجالت کشید. اصلا تو از کجا میدونی اینا رو؟ اینا مشکلات خصوصی ماه، امروز اختلاف داریم و چرا تو این اختلاف باید اینا مطرح بشه؟ ببینین دوستان چه اشتباهایی. من میگم حتی اگه قرار جدا بشیم، طلاقی صورت بگیره، ما باید انقدر عاقل و بالغ باشیم که یه چیزهایی حد و مرزهای ماه با دیگران مطرح نشه، چون باید از خودمون بپرسیم قصد من چیه از گفتن چنین حالا اشکالی. دیگه که اون قرار نیست تغییر کنه، قرار جداشیم از هم، پس چرا دارم بهش میگم؟ خب
حواسمون باشه که گله و شکایت و بدگویی کردن از فرد مهم زندگیمون پیش دیگران برای اینکه تنبیهش کنیم که تصمیم بگیره بترسه و دیگه اون کارو نکنه یک روش بسیار ضعیفه. خیلی از آقایون یا خانما وقتی موفقیت ها و ثروتشون بالا میره به خودشون اجازه میدن که تو جمع خانواده خودشون همسرشون رو تحقیر کنن، بعد اسمشو میذارن شوخی ولی طرف رو کوچیک میکنن، اسمشو میذارن بابا شوخی کردم، پیش دختر و پسر و عروس و داماد چیزایی به همسرش میگه این آقای حالا مدیر یا تحصیل کرده، و بعد وقتی خانم مشاور میگیره با این آقا در میون میذاره، این آقا میگه بابا من انقدر واسه اینا پول خرج میکنم، من انقدر سفرهای خوب میبرم، انقدر بهترین لباسا رو میخره این خانم، بهترین مهمونی ها رو میده، بهترین جواهر رو داره، خب تو اینا رو میکنی، دوست داری، داری امکانشو، خودت هم لذت میبری، خیلی هم خوبه، ولی نباید برای جبران این که من یه سری امتیاز میدم حالا یه سری تحقیر و کوچیک کردن اتفاق بیفته. اصلا حق نداریم. حق نداریم یعنی چی؟ یعنی انسانیتمون اجازه نمیده که این کارو کنیم. کسی که داره انسانی و عقلانی رفتار میکنه مراقبه داره. من پیش بچم دارم با زنم چگونه صحبت میکنم؟ و حالا فرض رو بر این بگیریم خانومی در چنین شرایط قرار داره یا آقایی در چنین شرایط قرار داره که خانومش به راحتی جلوی جمع یا پشت سرش میشینه، گوشی تلفن رو بر میداره، شروع میکنه به بدگویی، غیبت کردن و بدگویی کردن، آره این همسر من اینجوریه اینجوریه اینجوریه، دیروزم دعوامون شد، من اینو گفتم اون اینو گفت. این رفتارها که اصلا باعث نمیشه شما رابطتون بهتر بشه، مخصوصا مشاوره گرفتن از اطرافیانتون که حالا ممکنه راهکارهای خیلی بدی هم بهتون بدن، ولی قطعا شما و همسرتون رو از هم دورتر میکنه و فاصلتون رو بیشتر میکنه. چیکار باید کرد؟ باید وقت بذارید و بگید من ناراحتیهایی دارم، احساساتی دارم و راجع به یه سری موضوعات و یک موضوع خاص دلم میخواد با تو گفتگو کنم، که بدون اینکه هیجانی بشم بتونیم درونیاتمون رو با هم در میون بذاریم. لطفا فرصت بدین، 5 دقیقه، الان نه، 2 ساعت دیگه، فردا عصر ساعت فلان، 10 دقیقه صحبت کنیم. دلم نمیخواد با صدای بلند صحبت کنیم، دلم میخواد همدیگر رو گوش کنیم. حالا اگه این رابطه آسیب جدی ندیده باشه و طرف مقابل شما مشکلات جدی و اختلال نداشته باشه، قادره که بشینه و بگه خیلی خوب بگو، یعنی قادره این کارو کنه. چرا؟ چون شما دارین بالغانه باهاش در میون میذارین، قصدتون تخریب نیست، لحنتون لحن سرزنشگرانه ای نیست، نیتتون یه نیت اصلاح رابطه است، درست کردن و بهتر کردن یه رابطه است. بنابراین گفتگو میکنید و حالا روشهاش رو باید یاد گرفت که در این گفتگو مراقب چه چیزهایی باشیم. من به نظرم میاد ما به خودمون و رابطمون کم لطفیم، رسیدگی نمی کنیم. به ظاهر رابطه می رسیم، به خونه ای که توش زندگی می کنیم هفته یه بار تمیزش می کنیم، احتمالا وسایلش رو بعضی اوقات یه چیزایی رو تغییر میدیم، خرید می کنیم، نونوار می کنیم، ولی به آدمایی که تو این خونه زندگی می کنن رسیدگی کافی نمی کنیم. این آدم ها رو به روز نمی کنیم. با همون طرز فکر 20 سال قبل یاد گرفته هایی که از پدر و مادرشون دارن با همینا میایم تو این رابطه و تو این زندگی.
و انتظار داریم اثرگذار باشیم. نه، اتفاق نمیافته دوستان. حواستون باشه. ما رابطه هامون رو با ناآگاهی هامون خراب میکنیم، نه به خاطر اینکه بیماریم. خیلی از اوقات من مشکلاتم قابل حله، ولی بلد نیستم چی کار کنم. چیزی که یاد گرفتم اینه که فریاد بزنم، دعوا کنم. سومین نکته ای که پس من بدگویی رم گفتم، بدگویی کردن، چه در دو نفری با هم باشیم، برای اصلاح اون فرد، برای تغییر دادن اون فرد بهش بگیم تو اینجوری، از عیب جویی کنیم، یعنی انتقاد سرزنشگرانه کنیم، چه دو نفری باشیم، چه در حضور جمع که دیگه بدتر، چه پشت سر این آدم که دیگه بدتر. بشینیم پیش دوستش، پیش دوستمون، بگیم میدونی این چجور آدمیه، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، و فکر کنیم که خب حالا من اینو ضایع کردم، حالا دیگه همه میگن من خوبم ولی اون بده. نه، همه میگن تو هم مشکل داری که داری با چنین آدمی ادامه میدی. اگه واقعا این مسئله ها وجود داره، این مسائل وجود داره، خب جدیه، کاری کن، حلش کن. با گفتن برای این و اون کاری اتفاقی نمیفته. یکی دیگر هم بگم و بحث رو اینجا ببندم. یه نکته دیگه، یه اشتباه دیگه که وجود داره اینه که ما با دیدن رفتار نامناسب همسرمون خیلی از اوقات ندانسته بهش برچسب میزنیم. یه برچسب یعنی دیگه اون آدم رو با اون برچسب میشناسیم. مثلا خانومی که به همسرش میگه خسیس، میگه تو خسیسی، یا بهش میگه تو حواس پرتی، یا همسرش به خانم میگه چقدر تو قرقرو هستی، چقدر تو پرتوقعی. ببین کلمات رو نگاه کن. بعد دیگه از این به بعد مخصوصا اگه طرف مقابل واکنش بده که این چه حرفی بود یا چرا، بیشتر استفاده میشه از اون برچسبه. این برچسبی که میزنید چه خطاییه، باعث میشه خودتون باور کنید این آدم همین برچسبه و نه انتا ویژگی دیگه ای که داره، انتا آورده دیگه ای که داره. یعنی دچار فهم اشتباه راجع به این آدم میشیم. وقتی یه برچسب به یه آدمی میزنیم، مثلا خانمی میگفت این دختر منو میبینی؟ میگفتم خب آره. میگفت انقدر زبون درازه، فقط زبون، زبون دراز، پر رو زبون دراز. گفتم الان دخترت اونجا نشسته، من اینجا، شما اینجا، و تو با این مدل معرفی کردن دخترت، به نظرت میاد که دخترت خیلی مثلا مشتاق میشه که او مامان میگه پر رو زبون دراز، من دیگه از فردا باید عوض شم. یعنی فکر میکنی انگیزه پیدا میکنه واقعا؟ یا کسی که چنین برچسبایی، یعنی یک ویژگی منفی رو به طور مطلق بچسبونیم به آدم مهم زندگیمون، هم تو ذهنمون بگیم وای این چرا اینجوریه، همین برچسب رو به خودش تکرار کنیم، برای اینکه امیدواریم با تکرار این برچسب که تو اینجوری هستی، اینجوری نباش، امیدواریم اون تغییر کنه، امیدواریم انگیزه پیدا کنه بگه نه باور کن من دیگه رو خودم کار میکنم. ولی به نظر شما میشه؟ وقتی به ما برچسب منفی میزنن، ما میگیم جدی؟ و این برچسب من تو رو ناراحت میکنه؟ آره من همینم، درست تشخیص دادی. و انگار اون برچسب شدت میگیره، همون چیزی که ما رو خیلی ناراحت میکرده. یا مثلا من نمیگم فرد مقابل اشکالی نداره، اون اشکال داره، قطعا اون داره یه رفتار نامناسب نشون میده، اما عکس العمل مناسب در برابر رفتار نامناسب او این نیست که بهش برچسب بزنی. چه دوتاییتون با هم باشین، چه در حضور دیگران، برچسب. حواستون باشه،
برچسب باعث میشه من هویتم رو، پندارم رو از خودم با همون برچسب تصور کنم، بگم من همونم، همونی که مامان در موردم میگه، بابا میگه، اکثر آدما میگن. اگه همه بگن تو چقدر آدم عصبی هستی، واقعا بی محابا عصبی بودن رو زندگی میکنم. اگه یکی به من بگه تو چقدر وسواسی، وای چقدر وسواسی، حتی اگر باشم انگار باورم اینه که خب هستم دیگه، من باید الان، درسته وسواس ریشه در ناخودآگاه ما داره و از نئوکورتکس اتفاقا اختلال وسواس به دلیل جزئی نگری ناشی میشه، ولی فردی که بهش برچسب میخوره بیشتر درگیر میشه و انگار هویتش رو اینجوری میشناسه. خب مراقب باشیم. من تو این تایم به شما گفتم که رفتارهای به ظاهر ساده که اکثر ما میدونیم اشتباهه، ولی قادر نیستیم جلوی خودمون رو بگیریم و کاری کنیم. من میخوام بهتون یاد بدم که وقتی عصبانی میشید و حالتون بد میشه و همه اون اشتباهاتی رو که میدونین اشتباهه و نباید انجام بدید، چرا انجام میدید؟ چرا آدما الان که حالشون خوبه دارن لایو آموزشی رو میبینن و یاد میگیرن که گله و شکایت کردن اشتباهه، بدگویی کردن پشت سر همسر یا جلوی دیگران اشتباهه، برچسب زدن اشتباهه، ولی چرا من وقتی عصبانی میشم از آدم مهمم همه این خطاها، همه این اشتباهات رو که میدونم بده انجام میدم و بعدش میگم دست خودم نیست؟ چی کار باید کرد که این مشکل حل بشه؟ روش داره. ما قادریم مدارهای عصبی مغزمون رو تغییر بدیم. مغز ما مغز یادگیرنده است. همینجور که ما یاد گرفتیم این خطاها رو در طول زمان انجام بدیم و با بازخوردهایی که گرفتیم تقویت شدیم، تشدید شده، حالا میتونیم یادگیری زدایی کنیم. یادگیری زدایی یا ری لرنینگ باعث میشه که ما اون لرنینگ اولیه، یادگیری اولیه رو بذاریم کنار، یه چیز جدید جایگزین بشه. اولش هوشیاری لازم داره، اصلا سخت نیست. روش رو یاد میگیریم، تمرین میکنیم، تمریناتش اکثرا ذهنیه، خودمون رو تو موقعیت میبینیم که داریم ناراحت میشیم، رفتار همسرمون داره ناراحتمون میکنه، بعد اون کارهایی رو که لازمه از خودگویی گرفته که به خودمون چیا بگیم که این آدمه آروم بشه. حالا که آرومه، قادره واکنش درست رو به خودش یادآوری کنه و واکنش بالغانه و درست رو ابراز کنه، که اینا رو من تو دوره نجات رابطه که 29 و 30 شهریور به شکل حضوری، یک کارگاه کوچیک حضوری برگزار میشه، ارائه میدم که یاد بگیریم چه کارهایی لازم داریم انجام بدیم، چه چیزهایی رو باید رعایت کنیم. تو این کارگاه من یه سری هدیه هم دارم براتون. یکیش دوره حل تعارض زناشوییه که این دوره به ارزش 1,890,000 تومان هدیه داده میشه به شرکت کننده ها. چند تا کتاب به شما هدیه داده میشه، کتاب های ارتباطی که کمکتون میکنه بتونید ابرازگری درست داشته باشین. و از همه مهمتر دوره نجات رابطه آنلاینی که بعدها قراره برگزار بشه، چند ماه دیگه قراره برگزار بشه، به شرکت کنندگان این کارگاه حضوری هدیه داده میشه. یعنی میتونن اون دوره آنلاین رو هم داشته باشن. تخفیف کارگاه تا 11 شهریوره، تا 11/6، چند روز دیگه. از تخفیفش استفاده کنید. ویژه خانم هاست. و یه نکته رو بهتون بگم، وقتی که کسی میره یاد میگیره، رو خودش کار میکنه،
تغییر کنه، نه دانشش تغییر کنه، رفتارش تغییر کنه، هیجانش تغییر کنه و انتخابی بشه. به جای اینکه بگه دست من نبود، اون باعث شد من اینجوری کنم، اون باعث شد من فریاد بزنم، دیگه مقصریابی نکنه، مسئولیت پذیر باشه، بگه من تصمیم دارم چه رفتاری رو در مقابل اشتباه اون انجام بدم، تصمیم دارم، انتخاب میکنم که چه اشتباهاتی رو نکنم و چه کارهایی رو بکنم. و این آدم، آدم قدرتمندیه، چون کسی نمیتونه کنترلش کنه، کسی نمیتونه هیجانش رو تنظیم کنه، خودش این کار رو میکنه، یاد گرفته، تمرین کرده، عمل میکنه. تو بحرانهای زندگی ترمزش رو میگیره، میگه صبر کن، قبل از اینکه بخوای واکنش بدی به دنیای بیرون، اول ببین احساست چیه، احساستو باش نجنگ، بپذیر که الان ناراحتی، چون وقتی میپذیری احساست شنیده میشه، درک میشه، خودش کم میشه. و اون روندی که این آدم بالغ نیاز داره، چون خیلی از ما بالغ رشد یافته نداریم، یک کودک هیجان زده تحت کنترل شرایطیم که خیلی ادعا میکنیم و صدامونو بلند میکنیم. چرا؟ چون من موفقم پس حق با منه، چون من پول بیشتری در میارم، آورده بیشتری تو خونه دارم، حق دارم صدامو بلند کنم. نه، حق نداری، به خاطر اینکه خودت در وهله اول آسیب میبینی. حواسمون باشه، هوشیار باشیم. این دوره، این کارگاه که یه تعداد محدود از مراجعین منو که کارگاه حضوری میخواستن میتونه ساپورت کنه، حمایت کنه، یه کارگاه VIPه، یعنی انگار که یه مشاوره گروهی و شما رفتید که روش یاد بگیرید، نه اطلاعات، چون اطلاعات فراوونه ولی ما از اطلاعات استفاده عملی نمی کنیم. این کارگاه رو از دست ندین. حتما اگه تهران هستید 29 و 30 شهریور، پنجشنبه و جمعه، از 9 صبح تا 1، یعنی 8 ساعت آموزش، با این همه هدیه که براتون در نظر گرفتم که ارزش اینا خودش خیلی زیاده، حتما شرکت کنید و مطمئن باشید رسیدگی به این آدم اولویت زندگی شماست، چون این آدمه که باعث میشه بقیه داشته هاتون رو، بقیه امکاناتتون رو ببینید و ازشون لذت ببرید. امیدوارم که در این کارگاه ببینمتون، چون اگه ما آدم سالمی باشیم، رو خودمون کار کنیم، آدم سالمی باشیم، قدرت داریم که حتی همسر هیجانیمون رو، همسر بیقرارمون رو، همسری که بیدقت، حواس پرت یا اعتیاد به گوشی داره، با عشق و جاذبه تحت تأثیر قرار بدیم، نه با خشم و عصبانیت. چرا؟ چون دوست داریم خودمون جوان و سالم بمونیم. اگه میخواید جوان و سالم بمونید، باید روش‌های سالم رو یاد بگیرید. پس روی خودتون کار کنید. به امید دیدار در کارگاه حضوری نجات رابطه. خدا نگهدار.